درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است در حملات شب گذشته آمریکا به مواضع سپاه قدس در سوریه 17 جنگجوی نزدیک به ایران کشته شدند رامی عبدالرحمن مدیر این خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله سه کامیون حامل مهمات منهدم شد و قربانیان زیادی داشت نشانه های اولیه است ها که حداقل 17 جنگجو کشته شدند که همگی اعضای نیروهای بسیج مردمی یعنی هشت شبی بودند. جان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این اقدام متناسب نظامی همزمان با تدابیر دیپلماتیک انجام شد که شامل رایزنی با شرکای ائتلاف بود. این عملیات حامل این پیام سریح است. پرزیدنت بایدن برای حفاظت از پرسنل آمریکا و ائتلاف بیکار نخواهد نشست. در همین حال ما به شکلی حساب شده عمل کردیم که هدف آن رفع تنش از وضعیت کلی در شرق سوریه و عراق است یک مقام دفاعی به نشریه پلیتیکو گفت که این حمله با هدف تضعیف توانایی این گروه برای انجام حملات آینده انجام شد علم الهدا امام جمعه مشهد امروز اظهار داشت با تاثیر فرهنگ غرب زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا میزنند در لایه اول زندگی که صمیمیت بین زن و حاکم است اگر همدیگر را با اسم کوچک صدا بزنن مانعی ندارد اما در لایه دوم که ظاهری زندگی است باید حرمت زن و شوهر حفظ شود صرف نظر از اینکه قرار نیست امام جمعه که حکومت تعیین کرده یعنی منتخب مردم نیست در موضوعات این چنین خصوصی دخالت و به عبارت دقیق تر تعیین تکلیف کند اساسا امام جمعه محترم مشخص نکرده که منظورش از لایه اول چیست و فرق آن با لایه دوم کدام است و همچنین او چگونه از مسائلی تا این حد خصوصی در منازل مردم مطلع شده است به قلم فرهاد سلمانپور زندانی سیاسی محمود احمدی نژاد اخیرا جناب فراخانی را منتشر کرده و از تمامی کسانی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد ظلم قرار گرفتند درخواست کرده ای تا اسناد و مدارک خود را به منظور تظلم خواهی به دفتر جناب ارسال نمایند و این با توجه به اینکه سالیان مدیدی کارمندتان بوده و با جنوالی چه در شهرداری تهران و چه در نهاد ریاست جمهوری کار کردم و با توجه به شناختی که از فکر و اهداف جنوالی دارم و نیز با فلش بک زدن و مرور خاطراتی که با جنوالی از آن دوران دارم خود را مجاب دیدم که چند خطی از باب یادآوری برایتان بنویسم شاید مردم عادی از بسیاری از رفتارهای جنوالی به خوبی باخبر نباشند اما افرادی چون بنده که از نزدیک با جنابالی کار کرده و خاطرات فراوانی از عمل کرد و حتی ادبیات واقعیتان دارم به هنگام شنیدن چنین اخباری از ناحیه جنابالی نمیدانم برای مزهک بودن چنین لباسی که بر قامت شما دوخته نشده است بخندم یا برای خواب جدیدی که با سیاست پاپولیستی برای این مردم ستم دیده کشیده اید گریه کنم مردم عادی از آن سال سیاه 88 فقط یک نمونه از الفاظ به برده شده توسط جنابالی نظیر خس و خاشاک را به یاد میآورند اما خاطرتان هست که در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری و در سخنرانی های بعد از نماز چه الفاظ و کلماتی را به جوانانی که در کف خیابانها به ناحق کشته شده بودند نسبت میدادیم که البته بنده به لحاظ شعله ور نکردن آتش و دل خانواده های شهدا از تکران آن الفاظ خودداری میکنم خاطرتان نرفته است که در آن بهبوهه سیاه بهار و تابستان 88 دادستان وقت تهران سعید مرتضوی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین طائب و فرماندهی وقت ناجا احمدی مقدم و سردار مدافع اسد حسین حمیدانی بیشتر از آنچه در دفاتر و سازمانهای خود حضور داشته باشند در اتاق کار جنابالی آنقدر حاضر بودند که خودتان بارها از آنان به تنز با عنوان هیئت دولت دوم یاد میکردید و دائما در حال نقشه برای سرکوب ملتی بودید که تنها سلاحشان راهپیمایی سکوت بود آیا به خاطر دارید که دامادتان مهدی خورشیدی را مأمور خرید 2500 دستگاه موتورسیکلت از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری کردید و آنها را به معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله و اطلاعات ناجا اهدا نبودید تا با نصب جعبه هایی بر روی موتورسیکلت‌ها ها با نوشته تحت عنوان رستوران های زنجیره بوف عوامل اطلاعات بتوانند بدون اینکه مردم با آنها مزنون شوند به میان مردم و معترضین رفته و از آنها به وسیله دوربین هایی که داخل جعبه به اصطلاح پیک موتوری نصب شده بود به جهت شناسایی و برآورد صحیح از معترضین و سرکوب بهتر عکس و فیلم تهیه کنند آیا خاطرتان هست که بنده به دلیل افشای اسنادی در رابطه با گزارش دبیر شورای عالی وقت امنیت ملی به جناب درباره استعداد نیروهای سرکوب کننده معترضین و نحوه سرکوب آرایش نظامی نیروهای عمل کننده کلیه یکانهای نظامی و انتظامی که بنده از آنها تصویر تهیه کرده و در اختیار دادگاه بینالمللی کیفری قرار داده بودم با اعلام شکایت حراست نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده و به دلیل فشارهایی که حراست و معاونت حقوقی تحت امرتان از طریق سعید مرتضوی به بازپرس پرونده اعمال میکردید حتی با وجود اتمام هایم قریب به 17 ماه در سلولهای انفرادی و در زیر شکنجههای جسمی و روحی قرار داشتم و سوابق نامنگاری ها و اعمال نفوذهای غذایی حراست تحت امرتان به قاضی صلفاتی جهت اعمال اشد مجازات هنوز در پرونده موجود می باشد که در آن زمان منجر به محکومیت سنگین 26 سال حبس و 20 سال تبعید گردید حال جناب با چنین اعمالی که تنها گوشه ای از آن را برایتان بازگو کردم خود را پرچمدار مبارزه و فساد قضایی کرده اید به این بار چه نقشه شومی در سر می پرورانید آن زمان که ادعای آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را داشتید نه تنها که از پول نفت خبری نشد بلکه فرزندان مردم را نیز از سر سفره برداشتید و به سینه قبرستانها فرستادید حال چه نقشه ای کشیده من جنبالی را خوب میشناسم و خوب که فکر میکنم مسئله شما در راه ادالت خواهی و مبارزه با فساد غذایی همانند مسئله آن دزدی است که در میان مردم میدوید و فریاد آهای دوست سر میداد فاکس نیوز به نقل از جوزف لیورمن سناتور پیشین حزب دموکرات نوشته است که دیدارهای پیوپی برخی چهرههای نزدیک به جو بایدن با ظریف در دوران در ریاست جمهوری ترامپ اقدامی نادرست بوده و نمیبایست انجام میشده است لیبرمن که در انتخابات سال 2000 ریاست جمهوری آمریکا معاون نامزد ناکام یعنی الگو بود در گفتگو با برنامه تلویزیونی صبحا با ماریانیز گفته است که جان کری و رابرت مالی از جمله افرادی بودند که در دوران ریاست جمهوری ترامپ با محمد جواد ظریف دیدار کردند و هدف آنها از این دیدارها ضعیف کردن و ضربه زدن به دولت وقت ایالات متحده بوده است همچنین یکی از مقامهای پیشین دولت آمریکا نیز به تازگی به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است دیدارهای چهره های ارشد دولت باراک اوباما و نزدیک به بایدن با وزیر امور خارجه ایران چند نوبت در سالهای 2017 2018 و 2019 رخ داده و در این دیدارها ظریف با کسانی که قرار بود دوباره در آمریکا به قدرت بازگردند برای تضعیف دولت ترامپ مذاکره های راهبردی انجام میداد وی در ادامه گفته است او در این حال میخواست با به قدرت رسیدن دولت دموکرات به یک دیپلماسی منطقی با کاخ سفید برسد در همین راستا واشنگتن تایمز نوشته است در حالی که تلاش دولت ترامپ در پشت پرده برای کاهش تنش ها با ایران همواره به در بسته میخورد دموکراتها در حال دیدار و گفتگو با ظریف بودند کری نیز پیشتر دست کم دو دیدار با ظریف را در دوران حضور ترامپ در کاخ سفید تایید کرده و با خشم رئیس جمهوری وقت آمریکا مواجه شده بود ترامپ تهدید کرده بود از قانون لوگان یعنی منع مذاکره افراد غیر مسئول با دولت خارجی متخاسم علیه وزیر امور خارجه اوباما استفاده می کند. لیبرمن با انتقاد از رویکرد دموکراتها در دیدار با ظریف در دوران ترامپ در این حال ادعا کرد رئیس جمهوری پیشین سیاستی درست در قبال حکومت ایران در پیش گرفته بود اما دولت بایدن در این حوزه سردرگم به نظر می رسد. این سناتور پیشین در ادامه افزود دولت آمریکا گفته میخواهد دوباره وارد توافق هسته ای با ایران شود و البته این توافق را طولانیتر و مستحکمتر کند اما تنها راهی که میتواند به این نتیجه بیانجامد ادامه فشار اقتصادی و نظامی بر ایران است سیاستی که من در بایدن و گروه او ندیدم جانکلی و رابرت مالی که از چهره های اصلی شکل گرفتن توافق هسته ایران با غرب بودند به دولت جو بایدن پیوستند کری وزیر امور خارجه اوباما امروز نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امر دگرگونی های اقلیمی است و مالی با حکم بایدن فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران شد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا